در اوائل دهه چهل همون دهه معروفی که ازش به عنوان دهه تلایی ایرانی ها نام برده میشه به خاطر اینکه ثروتمند شدن و ارتباطات دنیا گسترده شد و اصولا شهر و جامعه طبقه متوسط شروع کرد رنگ باختن شکل دیگه ای شد از نظر فرهنگی هنری اینهای تغییرات عمده ای صورت گرفت مسئله مد یه مسئله بود که دست نخوانده بونده بود به این معنی که از سالهای دور یه سری بوتیک وجود داشت که اینها مارک های خیلی معتبر دنیا یعنی کفش های بلی لباس های شیک نامدار ایتالیایی اینها فروخته می شد و فرانسه بیاد و تعداد اینا یواش بیشتر شده بود پس بنابراین اینها هم یه مارک های خارجی بودن که ارده می شدن و در تهران می فروختن غیر از اینکه حالا بوتیک هم بود که انواع رو می آورد اما چیزی که وجود نداشت این که خود ایران وارد این صحنه مد نشده بود در این زمانی که عرض میکنم یک معمار آرشیتکت ایرانی درس خونده خوش فکر و به تعبیر مهندسه سیهون یکی از بهترین آرشیتکت که او میشناخت در این حال هنرمند و نقاش خوب او وارد صحنه مد شد و شروع کرد طراحی لباس مرد و زن به سرعت در خیابان سرای تهران این بوتیک به اسم نمبر وان شهرت گرفت چه برسد به اینکه به فاصله کوتاهی یک شعبه هم در شیراز زیر سینما آریانا که گفته میشد بزرگترین سینمای ایران هست اون هم افتتاح شد بنابراین داشت میرفت که ناموان دو شماره در این زمان یک اتفاقی افتاد که اون اتفاق رو ساده اصلا نگیرید و اون اینکه کیوان خسروانی صاحب ناموان و طراح این عمل واسه خوب که دائما دنبال نقش های گم شده ایرانی میگشت در بین ایل و توایف و گوش و کنار کشور عملا شهبانوی کشور رو کرد مانکن خودش و شروع کرد لباس های او رو دوختن یعنی به جای لباس های معروف جهانی در مراسم فوق مهم جدی با رؤسای جمهور امریکا فرانسه و بقیه چه یه مرتبه شهبانو ظاهر می شد با یه لباسی که تمامش تیک دوزی های بلوچ بود بعد یواشواش به ماها هم کشید جلیقه هایی که زیر لباس های رسمی شب پوشیده میشد و اول از همه پادشاه و اولی عهد پوشیدن بعد تویدا پوشید بعد اینا اون پوشیدن و بعد شیک پوش های تهران هم به خصوص جوانان یواش عادت کردند به اینکه در مقابل مارک های خارجی مارک ایرانی هم هستش که خیلی با افتخار میشه پوشید و در جای مختلف دنیا هم باش عبور کرد این حادثه حادثه اصلا کوچیکی نبود این مجموعه اگر مجموعه اون که او تراحی کرده است برای به خصوص برای ملکه کشور اگر که تونسته بود در یه جایی جمع بشه و به نمایش گذاشته بشه مثل اتفاقاتی که در لندن تو موزه ویکتور آلبرت میفته به نظرم حادثه مهمی میشد چرا که انقلاب طبیعتا این ماجرا رو بست و از بین برد و این هم بسته شد ولی گرچه کیوان ایوان هیچ وقت علاقه رو به ایران و تعقیب مسائل ایران از دست نداد ولی اون لباس ها مون در ایران تا سی هفت سال بعد یکی کسایی به فکر افتادن که اون لباس ها رو میشه نمایش داد کیوان پیغام میفرستاد که این لباس ها اگر ایستاده گذاشته شده باشه یا اگر خوابونده شده باشه که به تصور میره اینطوری تو کشوهایی هست اینها از وی میره و چند سال نمیتونه این لباس هایی که با اون دقت دوخته شده و همه هم در توی اشای سوزندوزی شده است و با اون صحنه بزرگ بین المللی به نمایش در اومده نمیشه ولی فارغ از اینکه آیا میشد یا نمیشد اونها اینقدر مندرس شده بود که قابل نمایش بود یا نبود چه مردانه چه زنونه به هر حال اون نمایشگاه هم در تهران ممنوع شد و این جزو چیزهای بسته در کشومانده تاریخ زیبا شناسی ایران هست